در پیرو ویدیوهای قبلیمون که آشنایت پیدا کردید در رابطه با انواع مختلف قارچ ها، امروز میخوام یک سری نکات کلیدی رو برای شما عزیزانید که تصمیم گرفتید یک کسب و کار خونگی راه بندازید، حالا یا تو وسعت بیشتر یا تو یه مقدار وسعت کمتر، برای اینکه به درآمدزایی برسید، یک سری نکات کلیدی رو در رابطه با کشت قارچ تو منازل میخوام بهتون بگیم. خب یکی از سوالهایی که میشه اینه که زمان کاشت قارچ چه زمانی هستش؟ بهترین زمان کشت قارچ مهر ماه هستش تا آذر ماه، اما اگر شرایط محیطی، یعنی بتونیم شرایط حرارتی و اگر امکاناتی داشته باشیم که بتونیم شرایط هوایی و حرارتی لازم برای کشت قارچ رو فراهم کنیم، میتونیم تو همه ایام سال این قارچ رو پرورش بدیم. و اگر بخوایم بدونیم که چه زمانی رو میبره کاشت و برداشت قارچ، یعنی یه پروسه زمانی بهتون بدیم که تقریبا بدونید تو چه پروسه زمانی میتونیم قارچ رو بکاریم و اونو برداشت کنیم، تقریبا یه چیزی هولوحش 2 ماه زمان بر میتونه باشه این کشت. اما اگر بخوایم در مورد مهمترین قسمت و منبع سرمایه‌ای که میتونیم برای این کار صرف کنیم، این کار اگر که بخوایم توی محیط خونه اونو تولید کنیم، تقریبا یه هزینه خیلی کمی میبره. با یه هزینه خیلی کم میتونید این کار رو حالا راه اندازی کنید و به یه منبع درآمد خوبی هم برسید. اما اگر نمیخواید تو وسعت زیاد و تولید بیشتر و درآمد بیشتر براتون مد نظر هست، حتما باید یه هزینه تخصصی تری رو برای شروع این کار در نظر بگیرید. نکته کلیدیه که این ویدیو میخوام بهتون بگیم در مورد سالن کشتمونه. خب ما برای اینکه این قارچ ها رو کشت بدیم نیاز داریم یک سالن برای اینکه اتاق کشتمون بشه. این اتاق کشت چه ویژگی رو میتونه داشته باشه؟ خب ما اگر میخوایم که سالن کشت رو اندازی کنیم برای خودمون، این مکان میتونه هر جایی باشه، یعنی هر مکانی رو میتونیم در نظر بگیریم برای کشت قارچ به عنوان سالن کشت قارچمون. اما باید در نظر بگیریم که یه سالونی باید باشه که بتونیم توش قفسه بزنیم، بین این قفسه ها راهرویی باشه که بتونیم به راحتی تردد کنیم، رفت و آمد کنیم و دسترسی داشته باشیم به سینی های کشت قارچ یا اینکه اون بستر کشت قارچمون. جالبی که بخوام به شما عزیزان بگم در رابطه با اتاق کشتمون اینه که تو بعضی کشورها حتی از چادرهای مسافرتی استفاده میکنن برای اتاق کشتشون، یا اینکه یه قسمتی از محوطه حیاتی که دارن میان با یک سری از مشماهای سیاه یه اتاقک پلاستیکی درست میکنن و توی اون اتاقک شروع به کشت قارچ میکنن. پس خیلی نیاز به بستر بزرگی نیست برای کشت قارچ، با یه محوطه کوچیک میتونیم این کار رو راه اندازی کنیم. برای در نظر گرفتن اتاق کشت توی منزلمون میتونیم حتی از زیر زمین، حیاط منزلمون، بالکن‌ها و حتی اتاق‌هایی که حالا خیلی کاربرد نداره و ازش استفاده نمی‌کنیم، میتونیم این اتاق‌ها رو در نظر بگیریم برای اینکه این کار رو راه اندازی کنیم. اما ارتفاع اتاقمون بهتره که 2.5 تا 3 سانتی‌متر باشه. خب عزیزان، ما برای کشت قارچ توی منازلمون گفتیم که نیاز به یک سالن کشت داریم، اما یک پیش سالن هم نیاز داریم. یعنی این پیش سالن یک جایی باید باشه غیر از محوطه اصلی اتاق کشتمون. ابعاد این اتاق پیش سالن که خارج از اون محوطه اصلی هست میتونه 2x2 یا 3x3 باشه، که این اتاق پیش سالن برای تنظیم دمای اتاق اصلی کشتمون در نظر گرفته میشه. اگر بخوایم در رابطه با این اتاق یه توضیح بیشتری به شما بدیم، اینه که این اتاق اصلا تعبیه میشه برای اینکه وسایل گرمایشی از بخاری گرفته تا وسایل سرمایشی مثل کولر و همچنین دستگاه‌های رطوبت‌ساز
داخل این اتاق‌ها قرار داده میشه. هدف از تشکیل اتاق‌های پیش سالن یکی از دلایلش میتونه این باشه که زمانی که محوطه اصلی کشت قارچمون دماش حالا خوش شد یا خیلی مثلا سرد شد یا گرم شد، میتونیم دمای ورودی این پیش سالن رو باز کنیم و دمای اتاق اصلیمون رو تنظیم کنیم. یعنی با وارد کردن گرما یا سرما و رطوبت دمای اتاق اصلیمون رو تنظیم کنیم. و یکی دیگه از دلایل اصلی که ما استفاده می‌کنیم اتاق پیش سالن رو خارج از اتاق اصلی، زمانی که ما حالا وسایل سرمایشی، گرمایشی و رطوبت‌ساز رو توی اون اتاق قرار میدیم و یه دریچه‌ای رو هم حتما باید قرار بدیم برای این کار، تا وقتی که گرما، سرما و رطوبت وارد اتاق اصلی میشه، یه شوکی رو به بستر کشت قارچمون وارد میکنه که این شوک میتونه خیلی مؤثر باشه برای اینکه رشد قارچمون رو تسریع کنه. یکی از عواملش همونطور که گفتیم تغییر ناگهانی و شوکی بود که به قارچ میدیم. اما یکی دیگه از حالا موارد استفاده از اتاق پیش سالن برای تنظیم دمای اتاق کشتمون هست. مورد دیگه ای که باید در نظر بگیریم برای سالن اصلی اتاق کشتمون، ابعاد و اندازه سالن هست. بسته به سرمایه خودمون میتونه این اتاق 6 متر باشه، اما اگر به درآمد بیشتر فکر میکنیم و محیطش رو هم داشتیم، میتونه از 50 تا 60 متر باشه این محوطه‌ای که در نظر میگیریم برای اتاق کشتمون. و اما پوشش سالن، یعنی سالنی که در نظر میگیریم، بهتره که پوشش سرامیکی باشه به جهت شستشو. اما اگر که حالا سرامیکی نبود، میتونه سیمانی باشه و یا اینکه از جنس پلی اتیلن استفاده کنیم برای پوشش کف و سقف سالن. نکته مهمی که باید اشاره کنم اینه که سالن ما باید حتما قابل شستشو باشه، یعنی اینکه ما بتونیم بعد از یه مدتی برای رعایت نکات بهداشتی اون سالن رو شستشو بدیم و اینکه خیالمون راحت باشه که این سالنمون هیچ درزی، سوراخی کنارهای دیوار و بالای نداشته باشه، برای اینکه حشرات موذی یا یک سری از باکتری ها و قارچ ها وارد سالنمون بشن و اینکه بخوان آسیب بزنن به بستر کشتمون. و اما چه نوع قفسه هایی رو میتونیم در نظر بگیریم برای اتاق کشتمون، برای بستر کشتمون و قارچ رو تو اونها پرورش بدیم؟ بهترین نوع قفسه، قفسه های گالوانیزه هستش یا آلومینیومی، که میتونیم وقتی که این قفسه ها رو ایجاد کردیم با سیم های گالوانیزه اونا رو ببندیم. اما اگر که حالا نداشتید و آهن استفاده کردیم، یکی از معایب استفاده از قفسه آهنی اینه که بر اثر رطوبتی که تو اتاق کشت ایجاد میشه دچار زنگ زدگی میشه و میتونه خسارت بزنه به کشتمون. یک سری از افراد هم میان از بسترهای یا قفسه های چوبی استفاده میکنن. خب چوب به جهت اینکه اگر رطوبت ببینه بستر خوبی میشه برای تکثیر قارچ ها و میکروب ها و بیماری ها که این قارچ ها و حالا باکتری ها باعث میشن که به اون قارچی که میخوایم تولید کنیم خسارت بزنن و همچنین باعث بیماری قارچی بشن برای قارچ هامون. یک نکته مهمی رو که باید بهش خیلی توجه کنیم اگر که میخوایم این کار رو اندازی کنیم و اصولی رو به جلو بریم، بهتره این که جنس این قفسه هامون رو جنس خوبی رو در نظر بگیریم، چون این یه کار همیشگی میخواد باشه برای ما. پس یه سرمایه هزینه رو میکنیم که مدام از این استفاده کنیم. اما تعداد قفسه ها بسته به ارتفاع سالنمون 2 تا 4 تا قفسه خوبه. فاصله بین طبقات هم میتونه بین 65 تا 70 سانتی متر در نظر گرفته باشه. اما بریم سراغ سیستم گرمایشی. خب ما برای سیستم گرمایشی میتونیم از انواع بخاری ها، اجاق ها و حتی اجاق های گاز تک شعله استفاده کنیم. اما این اجاق ها رو به هیچ وجه نمیایم داخل اتاق کشتمون قرار بدیم. همونطور که قبلا گفته شد، حتما باید این وسایل گرمایشی رو توی اتاق پیش سالن در نظر بگیریم
برای این اون تنظیم دمایی ایجاد بشه و اینکه توی وقتش، یعنی زمانی که حالا یک مدتی از پاشیدن قارچ ها روی سطح کشتمون گذشت، ما بیایم دریچه رو باز کنیم و گرما رو از طریق دریچه وارد اتاق کنیم به جهت اینکه یه شوک به اتاق کشتمون وارد کنیم برای رشد بهتر قارچ ها. و یکی از دلایلی که ما وسایل گرمایش رو تو اتاق پیستالون قرار میدیم برای اینکه محیط داخل اتاق کشت اصلیمون به هیچ وجه خشک نشه، چرا که آسیب میزنه خشکی دما به تولیدمون. و اما سیستم سرمایشی، همونطور که ما نیاز داریم به یه سیستم گرمایشی تو اتاق پیستالونمون، نیاز به یه وسیله سرمایشی مثل کولر داریم که باز این وسیله سرمایشی رو حتما باید تو اتاق پیستالون قرار بدیم، هم به جهت تنظیم دما و همچنین شوکی که به محوطه کشتمون قرار بدیم. خب ما برای این کار میایم استفاده میکنیم از کولرهایی که با لوله‌های پلاستیکی این رطوبت و خنکی رو به داخل سالن به وسیله لوله‌های پلاستیکی لوله کشی میکنیم و به محض اینکه هوای دمای هوا بالا رفت توی اتاق کشتمون، این دریچه‌ها رو باز میکنیم و آب پاشی میکنه حالا به سقف، به دیوارها و کف سالن و با این کار محیط داخل اتاق رو تا حد زیادی خنک میکنیم. اما با یه روش دیگه هم میتونیم رطوبت اتاق رو تامین کنیم. میایم استفاده میکنیم از آب شهری و با استفاده از یه شلنگ قطره قطره به کف سالن و حالا روی سطح دیوارها این رطوبت رو ایجاد میکنیم. یه نکته دیگه ای که لازمه بهتون حتما بگم، تهویه ای هستش که باید توی اتاق کشتمون در نظر بگیریم. این تهویه میتونه از یک طرف سالن در نظر گرفته باشه، مثلا یه پنجره ای باشه که توی یه طرف سالن باشه، اما بهتر این که دو طرف تهویه رو داشته باشه برای حالا جریان هوای بهتر توی اتاق کشتمون. و اینکه ما برای این کار میتونیم از یک سری از دستگاه‌های تهویه مثل فن‌های کوچیک استفاده کنیم برای اینکه اون تهویه لازم رو به محیط کشتمون انجام بدیم. و همچنین میتونیم برای تأمین تهویه اتاق کشتمون از یک سری از دستگاه‌های کوچیک هواساز که میتونه از جنس پلاستیک یا پلی اتیلن باشه استفاده کنیم برای محوطه اتاق کشتمون. و اما دماسنج. دماسنج خیلی توی محیط کشتمون، چرا که ما باید دمای محیطمون رو اندازه گیری کنیم و بسنجیم که الان دما تو چه شرایطیه که سرمایش و گرمایش رو از اتاق پیستالون وارد محوطه کشتمون کنیم. حتما باید ما استفاده کنیم از 3 تا دماسنج تو محوطه اتاق کشتمون، چرا که اگر یکی از این دماسنج ها به طور ناگهانی از کار افتاد، 2 تا دماسنج دیگه کار کنن و ما بتونیم اندازه گیری کنیم برای اینکه دمای محیطمون چقدره، تا اینکه خدایی نکرده به محیط کشتمون و بافت قارچمون آسیبی نرسه. مورد دیگه کمپوست هست، یعنی ماده‌ای که می‌خوایم برای بستر قارچمون تهیه کنیم. این کمپوست ها رو می‌تونیم به صورت آماده خریداری کنیم، اما بعضی از افراد هم میاد این کمپوست رو تهیه می‌کنن. خب شرایط تهیه کمپوست یه مقدار مشکل هستش و با یک سری موانعی میتونه روبرو بشه فرد. پس بهتره که کمپوست رو آماده تهیه کنیم تا با خیال راحت‌تری کشت قارچ رو انجام بدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کن و سابسکرایب یادتون نره.